درود بر شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتونم با جلسه پنجم از مقدمات اقتصاد کلان. بدون توضیح اضافی بریم سراغ این آخرین جلسه از این فصل و ببینیم که چه حرفایی برای گفتن داره برامون درس شیرین اقتصاد. خب چیزی که در این جلسه خواهیم آموخت اینه که اولا بهره‌وری چیه، تابع تولید کل چیه، منابع تولید از دید کلان چیه و نقش فناوری بررسی می‌کنیم. در واقع هر چیزی که تا الان بررسی کردیم رو میخوایم جمع‌بندی بکنیم که به پایان این فصل برسیم. بهره‌وری بهتون گفتیم دیگه، گفتیم حالا میخوایم بگیم که سه تا عامل وجود داره برای اینکه بهره‌وری تو کشورهای مختلف فرق بکنه. نخستینش سرمایه انسانیه، دومی سرمایه فیزیکیه و سومی فناوری. سرمایه انسانی یعنی چی؟ یعنی هر چه جامعه‌ای افراد تحصیل کرده‌ای داخلش باشن، تحصیل کرده‌ها بیشتر باشن، بهره‌وریشون بالاتره، چون بهتر می‌فهمن، درک بهتری دارن. حالا از یه جایی به بعد ممکنه بگی آقا جامعه ما همشون لیسانس و فوق لیسانس هم. خب از اینجا به بعد کیفیت آموزشه که تأثیر میذاره، یعنی همیشه اول توسعه کمیته که با عدد و رقم سری میره بالا و مسئله بعدی میشه مسئله کیفیت در واقع آموزش ها. حالا سرمایه انسانی یکیش این بود، دومی مثلا همدلیه، نرخ همدلی، مردم چقدر همدیگه رو دوست دارن، اینا میشه سرمایه انسانی. سرمایه فیزیکی چیه؟ ماشین آلات هر چی بیشتر باشه بهتره. مثلا شما یه زمین کشاورزی رو فرض بکنید که دارین، حالا میخواین داخلش چیزی بکنین، آخ تراکتور شما نداشته باشین نمیتونید کشاورزی بکنید، پس یه تراکتور لازم دارید و این میشه مثلا سرمایه فیزیکیتون. اگه تراکتور نداشته باشین مثلا زمین یه هکتاری رو میتونین مثلا فرض کنید یه جریبشو کشت بکنین، ولی اگر تراکتور داشته باشین کل یه هکتار رو میتونید کشت بکنید، پس بهره وریتون افزایش پیدا میکنه. و مسئله بعدی فناوریه، مثلا تو همون زمین کشاورزی شما هر چه ادوات پیشرفته تری داشته باشید، کود پیشرفته تری داشته باشید، وضعیت بهتری خواهید داشت نهایتا. پس فناوری خیلی تاثیر داره. اگه شما بخواید مثلا فرض بکنید از همون کودهای سنتی استفاده بکنید، مثلا کود گوسفندی و اینها، یه سری آفات هم در کنارش دارین دیگه، پس اون آفاته یه مقدار بهره‌وری رو کم میکنه. کاری ندارم که از نظر محصولات ارگانیک میگن اوکی ارگانیک باید باشه فلان اینها، اونو قبول دارم، من خودم هم همیشه ارگانیک میخرم، خیلی هم حواسم جمعه که چیزایی که شیمیایی و صنعتیه کمتر تهیه بکنم، ولی مسئله اینه که آره رو مقدار تولید تاثیر میذاره. بعد میرسیم به یه جایی که میگه آقا مقدار تولید اوکی حله، ولی میخوام الان کیفیتم بره بالاتر دیگه. مثلا گیاهای گلخونه‌ای شما میخوری، مثلا گوجه میخوری، همش یه شکل، همشون مثلا یه طعم نداره. چرا؟ چون گیاه در معرض تنش نبوده. اگه گیاه در معرض تنش قرار بگیره که به صورت سنتی قرار میگیره، مثلا سرما میاد، گرما میاد، تو گلخونه دما تقریبا یکسانه، رطوبت یکسانه، محصولتون کمتر میشه توی سرما و گرما ولی خوشمزه تر میشه، با کیفیت تر میشه. مثل گوشت شکاره، مثلا گوشت مثلا مرغ توی این پرورشگاه ها همشون یه مزه میدن، اوکی مرغ خوبم هست، خوشمزه است، ولی مثلا همون مرغ و یه پرنده ای رو که تو طبیعت بوده یا بومی بوده، وقتی که شما اون گوشت رو مصرف میکنین یه طعم دیگه داره. گوشت شکار همیشه خوشمزه تره. چرا؟ چون در معرض تنش بوده. چقدر ناعادلانه و بیرحمانه بود این صحبت که کردم، ولی واقعیت اینه که از یه جایی به بعد این اتفاق میفته. مثلا خیلی اصلا گلخونه ها برای اینکه بتونن یه مقداری محصول با کیفیت از لازم مزه بالاتری داشته باشن، میان مثلا زمان آبیاری گیاهانشون رو تغییر میدن، یهو مثلا دو روز دیرتر آب میدن که گیاه یه تنش، یه شوکی بهش وارد بشه. تابع تولید کل، گفتیم که جی دی پی برآیند کل تولید کشور. حالا اگر ما جی دی پی رو به عنوان یک مؤلفه واحد در نظر بگیریم، گویی داریم در مورد یک کارخونه صحبت میکنیم و فایدهش هم اینه که اثر مؤلفه‌های تاثیرگذار به بهره وری رو روی کل اقتصاد میتونیم درک کنیم. همون فرمولی که جلسه قبلی بهتون گفتم، جی دی پی تقسیم بر جمعیت شاغل بهره وری رو بهمون میده. داره میگه که وقتی کل کشور رو میای یک کارخونه در نظر میگیری، وقتی تقسیم میکنی بر نیروی کارش، بهره وری و تابع تولید کل بهتر و راحت‌تر به دست میاد. چنین مفهومی رو داره. حالا نیروی کار چی؟ اینجا یه فرمولی کوچیکم داریم، از فرمولا نترسین بچه‌ها، چیزای خاصی نیستن. در آینده هم خیلی باشون کار داریم. ولی از لازم مفهومی ما وارد محاسبه کلاً نشدیم توی این دوره. توی یه اقتصاد کلان همه کارگرها شبیه به هم نیستن و بهره وری بعضیاشون بالاتره، بعضیاشون پایین‌تره، بعضیا تجربه بالاتری دارن، بعضیا تجربه پایین‌تری دارن و بهره وری نیروی کار ما میان برای هر نیروی کار با اچ در نظر می‌گیریم، یا بهره وری کلا هم حتی با اچ در نظر می‌گیریم. به چه صورت؟ اچ بزرگ میشه بهره وری نیروی کار که در واقع حاصل ضرب
تعداد نیروی کاری که ال بزرگه در میانگین بهره‌وری یا سرمایه انسانی کارگران که اچ، میانگین بهره‌وری که اچ، میانگین بهره‌وری هم که گفتیم همون تقسیم بر جی دی پی بر نیروی کار به دست میاد و اینجا هم که تعداد نیروی کارمون برای هر کارخونه مشخصه، اچ مون مشخصه. کارخونه ها با دورهای آموزشی که میذارن، با کارهایی که مختلفی که میکنن، با اوقات فراغت که در نظر میگیرن، سعی میکنن این اچ رو توی مجموعه شون بالاتر ببرن، چون ال که معمولا ثابته توی بازار زمانی کوتاه و این اچ رو میبرن بالاتر که بهره‌وری کل کارخونه بره بالاتر. اگه کارخونه ای دارید، کارگاهی دارید، مجموعه دارید، اینو یادتون باشه. سرمایه فیزیکی که با حرف کی ابتدای واژه کپیتال که معادل آلمانیه، یعنی نوشته آلمانیه کپیتال انگلیسیه در نظر گرفته شده، حالا چون سی زیاد داشتیم برای کانسامشن و کانسومر و اینا زیاد استفاده میکردیم دیگه، اینجا گفتیم برای کپیتال از کی استفاده کنیم. حالا اون که میگم گفتیم، اقتصاددانا گفتن، من در واقع در نظر نگرفتم. وقتی یک اقتصاد سرمایه فیزیکی بیشتر و بهتری داشته باشه، کارگران میتونن بهتر کار کنن و بهره وری بالاتر میره. تابع تولید هم خیلی ساده میاد، میگیم که آقا جان تولید کل که وای باشه، که گفتیم از جی دی پی نمایندگی میکنه، قبلا هم توضیح دادیم، میخوایم به یه بیان دیگه بگیم، چیز جدیدی نیست. این وای، حالا ای چون یه ثابته فعلا کاری روش نداریم، این وای تابعی از فانکشن، یعنی تابع، تبعیت میکنه از چی؟ از اون چیزی که داخل پرانتزه. اون چیزی که داخل پرانتزه چیه؟ کا و اچ هست. پس کا و اچ گفتیم چیه؟ کا که کپیتال یا سرمایه فیزیکی مونه، اچ هم بهره وری نیروی کاره. پس ما میتونیم بگیم که تولید کلمون در نهایت تابعی از بهره وری و سرمایه فیزیکی. پس یه اقتصاد برای اینکه رشد بکنه، جی دی پیش بره بالاتر، یا باید سرمایه گذاری داخلش بره بالاتر یا بهره وریش بره بالاتر، هر دوتاش میتونه خیلی تاثیرگذار و کمک کننده باشه. این ای هم که یک عدد ثابته که در این تابع ضرب میشه، حالا جداگونه در موردش صحبت خواهیم کرد. و فناوری، اون ای که بهتون گفتم، این میاد میشه فناوری، عمدتاً فناوری. اجازه بدید اینجوری بگیم، ای رو ضریب فناوری در نظر گرفتیم، یعنی یه ای بالاتر، یه فناوری بالاتر همیشه جی دی پی رو میبره بالاتر، تأثیرش هم مستقلاً هست. این خیلی نکته مهمیه، یعنی ای ضرب میشه در اون چیزی که تابع سرمایه و بهره وریه، یعنی اونو مستقیما ارتقا میده. میتونستیم بگیم وای در مجموع تابعی از ای و کا و اچ، اینو میتونیم بگیم، ولی چون ای خودش تاثیر مستقیمی روی کا و اچ میذاره، اینو اومدیم ضرب کردیم در اونها. اینا هم چیزای خیلی ساده ریاضیه دیگه، من وارد ریاضیات نمیشم، چون ریاضیات یه جوری تو ذهن عموم مردم جا افتاده که خیلی چیز عجیب غریب و سختیه، ولی فوق العاده چیز شیرینیه. راجبش با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. دو تا قانون تولید در تابع تولید کل وجود داره. یکی این که تأثیر همزمان کا و اچه. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا سرمایه گذاری خارجی یا سرمایه گذاری بیرون یا سرمایه گذاری از داخل روی اقتصاد زیاد نبود و یه عدد ثابتی بود، اگه بهره وری بره بالاتر، جی دی پی میره بالاتر و حتی برعکسش. و اگر دوتاشون با هم بره بالاتر، که جی دی پی با شتاب بیشتری افزایش پیدا میکنه. مسئله دومم کاهشی بودن تولید نهاییه. یعنی با بالا رفتن عوامل تولید، تولید نهایی کم میشه، همون چیزی که قبلا گفتیم، یعنی نمودار اولش خیلی پرشتاب میره بالاتر، ولی بعد شتابش کم میشه. نموداری که بهتون گفتم شبیه بخشی از سهمیه، به این شکل، دقیقاً نمودار به این شکله. اول شما کی رو زیاد میکنی، سرمایه فیزیکی رو زیاد میکنی، جی دی پی خیلی شدید میره بالاتر، ولی از یه جایی به بعد شما هی کی رو داری زیادش میکنی، ولی جی دی پی خیلی کم میره بالا. این اسلاید رو اگه دوست داشتین میتونین نگه دارین ببینین. و در مورد بهره وری هم همینطوره، شما بهره وری تا یه حدی میتونید ببرید بالا تر دیگه، اصلا فرض بکنید که بهره وری هم هی میبرید بالاتر، یعنی اصلا شما هر کسی میاد براتون کار میکنه، از لحاظ تحصیل، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ روحیه بالاترین سطح باشه، ولی دیگه این جی دی پی تا یه حدی جا داره بره بالاتر. و فناوری، ولی فناوری چرا جدا آوردیمش؟ چون فناوری اون قانون نزولی بودن رو نداره، فناوری یهو کل نمودار رو شیفت میده بالا. وقتی فناوری پیشرفت استفاده میکنیم، کل نمودار شیفت پیدا میکنه بالا. مثلا وقتی که ما داریم از اینترنت با کیفیت استفاده میکنیم، جی دی پی مون خیلی میره بالا، یهو میره بالاتر، ولی مثلا یهو فیلترینگ میاد، یه سری احمق میان اینترنت رو فیلتر میکنن، حالا به بنا به دلایل مختلفی، این یهو میکشه پایین، یهو این نمودار از اون بالا میاد پایین. چرا گفتم احمق؟ به خاطر اینکه نمیدونن که این چه تأثیری روی اقتصاد میذاره، و بعد اقتصاد که میاد پایین، یعنی در واقع ما پسرفت داریم میکنیم، چه تأثیری روی اجتماع میذاره و چقدر تیشه به ریشه خودشون میزنن با یک کار خیلی ساده ای که بهش فکر نمیکنن. بالاخره آدم باید از محتویات جمجمه‌اش استفاده بکنه. بعضی خب از این نمونه
موهبت بی بهره. قانون مور. گوردن مور در سال 1965 پیش بینی کرد که سرعت پردازنده های رایانه به صورت منظم بهبود خواهد یافت. این یک پیشگویی دقیق از کار در اومده. یعنی مور اومد گفتش که آقا فناوری همیشه با یه سرعت ثابتی و حتی سرعت زیادی افزایش پیدا میکنه. ببین تعداد ترانزیستور هم اگه حالا یه قطعه در واقع لامپای خلاء رو ما اول داشتیم، لامپای خلاء مثلا اندازه دقیقاً اندازه همین لامپ بودن که این از وسط این مغز اینجوری لامپ اومده بیرون، اینم هدیه یکی از دوست عزیزم، همینقدر بودن. بعد ترانزیستور اومد مثلا شد اندازه ته یک خودکار و الان تعداد ترانزیستورا که میگیم رفته بالاتر، این ترانزیستور اینجوری نیست که اندازه ته یک خودکار داخل مدار استفاده بشه، هی اندازش کوچیک‌تر شده و تعدادش بیشتر شده. چون اندازش کوچیک‌تر شده راحت‌تر استفاده میشه و تعدادش خیلی بیشتر شده، برای همینم هم هستش که میبینیم که تعدادشون هی مدام میره بالاتر و میتونیم ما اینو تعمیمش بدیم به کل فناوری. فناوری همیشه با این نرخ ثابتی داره رشد میکنه. درسته هوش مصنوعی میاد ما رو یه هوش گرفت زده میکنه، ولی این هوش مصنوعی از تو دل همین ترانزیستورا در اومده، از تو دل همین سنسور. مثلا اول سنسورا اومدن، سنسورا خیلی جذاب بودن، شما میری تو ساختمون تو راهرو راه میری خود چراغ روشن میشه. این اولین تابعی بوده از یک در واقع الگوریتم ریاضی که بعداً نهایتاً منجر میشه به هوش مصنوعی. پس این با این نرخ ثابتی داره رشد میکنه دیگه، شما هم باید خودتون سعی کنید به روز نگه دارید. سرمایه‌گذاری کمتر از حد لازم در فناوری اطلاعات و مخابرات در مکزیک در مقایسه با دیگر کشورها در سطح درآمد مشابه. ببینید مکزیک چقدر جی دی پیش مخارج آی سی تی در جی دی پی، درصدی از جی دی پی، میخوام ببینیم چند درصد از جی دی پی پایین بوده. درآمد سرانه میبینیم که از نرم چطوری فاصله گرفته، به خاطر اینکه تو مکزیک انحصار وجود داره، مثل تو ایران که انحصار دیگه، مثلا آقا میگن صدا سیما دیگه دست یه سازمانه، هیچ کس دیگه حق نداره بیاد محتوا تولید بکنه. اینجوری کلن انحصار اقتصاد رو نابود میکنه. اینو یادتون باشه، انحصار آفته. توی هر چیزی انحصار آفته، توی اقتصاد آفته، توی خانوادتون اگه مثلا تمام مخارج و درآمد و اینا دست یه نفر باشه، ممکنه زورگویی بکنه به بقیه افراد، ممکنه حالا تو خانواده‌ای که هم قضیهش فرق میکنه. اگر انحصار مثلا یک چاه آب دست یه نفر باشه، ممکنه نابرابری وجود بیاد، به یکی آب بده یکی نده، تو قدرت باشه دوباره همین، کلا انحصار بده. یادتون باشه. با این توضیح میرسیم به پایان این جلسه، میریم سراغ اسلایدهای سوالاتمون. سوالات گفتیم خیلی مهمه، سوالات رو بخونید و فصل مقدماتی اقتصاد کلانمون به پایان میرسه و فصل جذاب بعدی شروع خواهد شد. توی فصل بعدی میبینمتون.